وجود مبارک ابی عبدالله این صحنه رو از نزدیک برای اونا تفهیم کرد. بچه های ابی عبدالله دیدن روزی که خودشون آمدن کسی تو این صحنه نبود، الان این صحنه پر جمعیت شد. یکی از این بچه ها به زینب کبرا سلام الله علیها عرض کرد اینا عمه برای کی آمدن؟ فرمود برای دشمنم به طرف مقابل آمدن. عرض کرد عمه مگه پدر ما یاری کننده ندارد؟ کسی به یاری ما نمی آید. خب اینا همون چند نفری بودن که آمدن. را کم کم حبیب بن مظهر یا مظهر آمدن، مسلم بن اوسجع آمدن، این پیرمردا از کوفه آمدن، وارد این سرزمین شدن. دو کم کم اینا رو داشتن یاری میکردن. یه بیان نورانی هست امیر دارد، همود که حق، خود حق خودش به تنهایی کافی است. شما با حق باش پیروزی، مبادا بگوی جمعیت ما کمه. هیچ نگران از کمی جمعیت نباشید، همین که حق با شماست کافی است. حق غالب است چون مستقیما به ذات اقدس اله مرتبط است، پیروزی از آن حق است. مسلم ابن اوسج با حبیب این دو نفر آمدند از اون پیر. حالا یه اسرار تاریخی هست که چجور شده بود که مسلم در اون شب غریب بود، حالا اون در یه فرصت دیگری باید به عرصه برسه که چجور مسلم و حبیب اینا در کوفه بودند و مسلم ابن عقیل باز احساس قربت کرده بود، چقدر خفقان و وسیله ابن زیاد حاصل شده بود. این دو بزرگوار از کوفه رسیدند تا آخرین لحظه. ببینید این دو بزرگوار یکیشون قبل از دیگری شربت شهادت می نوشد، اون یکی به بالین این می رود می گوید که من اگر می دانستم بعد از شما زنده ام به شما می گفتم مرا وصی خود قرار بده، چه کنم که بعد از شما من هم باید شربت شهادت بنوشم. این یکی این پیرمردی که در خونش دست و پا می زد می گفت تنها وصیت من این از اوسی که به هازا، من وصیتم این است که دست از حسین ابن علی ابن ابی طالب بر نداره. لذا وجود مبارک ابی عبدالله نام همه اینها را به عظمت میبرد، به اینها سلام میفرستد و یا مسلم ابن اوسج، یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، ادفعوا عن حرم الرسول التقاة اللئام. اونجا که صدای هل من ناصر ابی عبدالله بلند است که امروز هم همون صدا بلند است، آیا کسی هست که دین خدا را یاری کند؟ اون روز اینها رو به اسم صدا زد، همود هل من ناصر ینصرنی، هل من موحد یذب عن حرم الرسول. السلام علیکم یا اهل بیت النبوی.